سرخط خبرها زکیه خدا دادی حریفش را از کوبیا را شکست داد هشدار جدی وزیر داخله پاکستان و مهاجرین افغانستان حجوم جنگجویان طالبان برای سرقت تریاک بر یک خانه در بغلان دوتن کشته شدند ملا برادر آزم ازبکستان شد جبهه مقاومت سه جنگجوی طالبان را در بادغیز کشتیم عبدالله خنجانی رئیس دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی تعیین شد هلر کلینتون قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را افتضاح خواند و سرگردانی هزاران زائر کربلا در افغانستان روند صدور ویزای ایران پایان یافت زکیه خدادادی پارا تکواندو کار افغانستان و عضو تیم مهاجرین کمیته بین المللی پارا اولمپیک امروز پنج شنبه هشتم سنباله موفق شد که حریفش از کیوبا را با نتیجه 21 بر 11 شکست بدهد و به جمع هشت بهترین رقابت های تکواندو در بازی های المپیک پاریس راه یافت. این اولین پیروزی وی در بازی های پارا المپیک است. خدادادی با این پیروزی تبدیل به اولین ورزشکار تاریخ بازی های پارا المپیک شد که به عنوان یک ورزشکار افغان تبار و یک پیروزی در این بازی ها دست یافته است. در تاریخ بازی های پارا قبلا هیچ ورزشکار افغان چه در ترکیب تیم افغانستان و یا در تیم مهاجرین کدام پیروزی کسب نکرده بود و در مرحله بعدی با حریف از اوزبکستان از وارد رقابت می شود و در صورت پیروزی به مرحله نیمه نهایی بازی های پارا سعود خواهد کرد. محسن نقوی وزیر عمر داخلی پاکستان هشدار داده است که مرحله دوم اخراج پناهجویان از این کشور آغاز خواهد شد و هیچ کسی حق ندارد بدون مدرک اقامت در پاکستان بود باش کند. نقوی این اظهارات را روز چهارشنبه هفت سنبله در دیدار با اندریکا راتوات معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما بیان کرده است. وی در این دیدار از آغاز مرحله دوم اخراج پناهجویان از این کشور خبر داده و از سازمان ملل خواسته است که در این زمینه با اسلام آباد همکاری کند. قرار است در این مرحله حدود 800 هزار پناهجوی افغانستان اخراج شوند. راتوات در این دیدار خاطر نشان کرده است که در مورد بازگشت پناهجویان به با افغانستان با طالبان رایزنی می کنند. با این حال، روزنامه دان به نقل از منابع خود گزارش داده است که در این مرحله پناهجویانی که کارت ویژه شهروندان افغانستان یعنی آی سی سی را با خود دارند نیز از پاکستان اخراج خواهند شد گفتنی است که پس از تسلد دوباره طالبان بر افغانستان حدود 600 تا 800 هزار افغان به پاکستان رفتند که پاسپورت و ویزه اقامتی برخی از آنان منقضی شده و در بی سرنوشتی به سر میبرند. منابع محلی در ولایت بغلان میگویند که یکی از دو دزدان تفنگدار در این ولایت که برای سرقت تریاق وارد یک خانه شده بوده ان در درگیری با صاحب خانه کشته شده است. منابع روز پنجشنبه هشت سنباله به هزاره ولت گفتند که این رویداد دو روز پیش در روستایی از ولسوالی پل حصار اندراب رخ داده است. منابع افسودان که در این درگیری جمعه خانه 22 ساله برادر صاحب خانه نیز کشته شده است بر اساس اطلاعات منابع این دو دزد تفنگدار جنگجویان طالبان بوده و به هدف سرقت تریاق بر خانه عبدالعطای 45 ساله حمله کرده بودند مسئولان محلی طالبان هم این رویداد را تایید کرده و گفتند که دو میل کالاشینکوف دزدان به دست این گروه افتاده است آنان خاطر نشان کردند که یک دزد تفنگدار موفق به فرار شده است هیئت از طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای این گروه برای اشتراک در مراسم گشایش مرکز تجارتی بین المللی ترمز و ازبکستان رفته است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان با نشر بیانیه در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که هیئت این گروه روز پنج شنبه اشت سنبله آزم شهر ترمز شده است. بر اساس بیانیه این سفر به دعوت رسمی دولت ازبکستان صورت گرفته است گفتنیست است که بخش نخست این مرکز تجارتی بین المللی حدود دو سال پیش به هدف توسعه همکاریهای های اقتصادی و بازرگانی میان بازرگانان دو کشور به بهره برداری سپرده شده بود طبق اطلاعات طالبان قرار است با گشایش این مرکز بازرگانان افغانستان بدون ویزا وارد آن شده و تا ده روز اقامت داشته باشند این در حالی است که روز گذشته نیز هیئتی از چندین وزارت وزارتخانه طالبان به ریاست هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم این گروه عازم ترکمنستان شده بود جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که در دو حمله جداگانه بر طالبان در ولایت بادغیز سه جنگجوی این گروه را کشته است این جبهه در یک خبرنامه گفته که نیروهایش از رس شش سنبال جنگجویان طالبان را در مرکز بادغیز هدف قرار داده است. در خبرنامه جبهه مقاومت ملی آمده است که نیروهای این جبهه طی 24 ساعت گذشته دو بار بر طالبان در این ولایت حمله کردند. گفته است که طالبان انفجار روز گذشته بر گروه در بادغیز را پذیرفتند و دست کم 14 باشنده این ولایت را در پیون رویداد بازداشت کردند. جبهه مقاومت ملی روز گذشته نیز مدعی شده بود که معاون کشف قلوردوی الفاروق طالبان را در هرات کشته است. این جبهه هر از گاه مسئولیت حمله بر جنگجویان طالبان را در ولایت های مختلف بر عهده می گیرد. مقاومت ملی با نشر بیانیه‌ای از انتصاب عبدالله خنجانی خبرنگار و معین وزارت دولت در امور صلح به حیث رئیس دفتر سیاسی این جبهه خبر داده است احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت روز چهارشنبه هفته سنبلا خنجانی را به این سمت گماشته است در اعلامیه جبهه مقاومت ملی آمده است با توجه به گسترش فعالیت های نظامی جبهه مقاومت ملی و ضرورت برای انسجام هدفمند امور سیاسی و استراتژیک جبهه بیشتر از هر زمانی محسوس بود. خنجانی پیشینه خبرنگاری دارد و همچنان در زمان حکومت پیشین مدت معین وزارت دولت در امور صلح بود. هلری کلنتون وزیر خارجه سابق آمریکا تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را افتضاح خوانده و تاکید کرده است که جهان باید در برابر سیاست های زن ستیزانه طالبان استادگی کند. کلنتون روز چهارشنبه هفت سنبوله در برگه اکس خود با انتقاد تند از این قانون گفته که طالبان صحبت کردن زنان خارج از خانه را جرم تلقی کردن. هلر کلنتون نوشته است آیا می خواهید ببینید که بنیادگرایی تا کجا می تواند برود؟ او خواستار موزیگیری جهان علیه این سیاست طالبان شده است. قانونی امر به معروف و نهی از منکر طالبان که اخیرا توسط رهبرین گروه توشیح شده، صدا، صورت، بدن و ظاهر شدن زنان در اماکن عمومی را جرم تلقی کرده است. تصویب این قانون واکنش های تند نهادهای حقوق بشر سازمان ملل و زنان معترض افغانستان را به همراه داشته است. طالبان واکنش ها به این قانون را به احترامی به شریعت اسلامی عنوان کردند. مقام های ایرانی اعلام کردند که روند صدور ویزای اربعین برای شهروندان افغانستان پایان یافته است. این در حالی است که برخی از شرکت‌های زیارتی و سیاحتی در افغانستان می‌گویند که هزاران زائر کربلا هم اکنون در کابل، قندهار و هرات منتظر دریافت ویزای ایران هستند. احمد معصومی فر مشاور وزیر و رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه ایران در خراسان رضوی گفته است که دیروز چهارشنبه مصادف با 23 سفر آخرین روز صدور ویزا برای اتباع افغانستانی بود او گفته است که 66 هزار ویزای ویژه سفر اربعین برای اتباع افغانستانی در نمایندگی های وزارت خارجه ایران در افغانستان صادر شده است. ویزاهای صادر شده دوبار ورود به ایران است. معصومی فر گفته است که این تعداد ویزا از طریق پنج نمایندگی وزارت خارجه ایران در افغانستان در شهرهای کابل، هرات، قندهار، مزار شریف و جلال آباد صادر شده است. او اضافه کرده است که در ده روز گذشته به طور متوسط روزانه حدوداً پنج هزار زائر اربعین افغانستانی از طریق مرز دوگارون خراسان رضوی وارد ایران شدند.